سلام دوستان من، حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جای این دنیای بزرگ که هستید حالتون خوب باشه. فارسی زبانهای گلم، امیدوارم که آماده باشین که برنامه امروز رو ببینین. امروز میخوام در مورد روش درست زدن یکی سرم ویتامین سی و دومیش زدن سرم نیاسین آمید زینک رو بهتون نشون بدم، چون خیلی سوال میشه و واقعا این به شکل نوشتاری نمیشه. و در ادامه میخوام در مورد انتخاب درست یک ضد آفتاب یه مروری داشته باشم با شما عزیزان. من برای زدن نیاسینامید 10% زینک 1%، به خصوص برای عزیزانی که جوش های تو این منطقه در پهلوهای صورتشون دارن، میتونه یک انتخاب خیلی خوب باشه. این قطره چکونش هست همونطور که دارین میبینین، این سرومی که داخلش میاد به داخل دستتون میذارین و به این شکل روی دستتون میزنین. ببینید از چشم فاصله داره دوستان، پیشونی و این منطقه، همین زیاده روی نکنین، بیشتر از این انجام ندین. 20 دقیقه صبر کنین خوش بشه و بعدش میتونین، حالا اگر شب هست که مرطوب کنندهتون رو بزنین و بخوابین، اگه دوست ندارین همین رو میتونین بزنین و بخوابین، ولی اگه صبح هست نیاسین آمید استفادهش همزمان با ویتامین سی سرومش ممنوع هست عزیزان، با هم دیگه لطفا نزنید. خب حالا میرم مرحله بعدی، به یک توضیح دیگه در مورد طرز زدن درست سروم ویتامین سی. چند تا قطره میذاریم رو دستمون، ماساژ میدیم به این شکل. و حتما این کار رو برای صورت تمیز انجام بدین. خب حالا برای اطراف چشم، بالای پلک ممنوع هست عین ضد آفتاب، ولی برای زیر چشم میتونیم بیشتر بریم، ولی مواظب باشین که تو واتر لاین نرید عزیزان. و همین، و حالا گردن، همین دست مرطوب رو به گردن بزنیم و میتونیم برای دست جدا دوباره اقدام کنیم، از بزدن یا کنیم چند قطره رو دستتون بذاریم به این شکل و روی دستاتون رو با ویتامین سی آغشته کنین به همین راحتی. ولی اگه گفته میشه که ویتامین سی رو نباید برای اطراف چشم بزنیم، منظور این قسمت واتر لاین هست. اگه به اینجا نزدیک بشی ممکن حالت اسید هستش، ممکنه وارد چشم بشه و سوزش ایجاد کنه. ولی اگر این اتفاق تصادفاً پیش اومد، اصلا نگران نباشین عزیزان و با آب فراوون فقط چشمتون رو بشورین و آبکشی کنین، هیچ اتفاق خاصی نمیفته، اصلا نگران نباشین و نترسید. ولی تا جایی که ممکنه فقط در روی این منطقه بیشتر پیشروی نکنید و بالا پلک بالا ممنوع. گلم ببینین، برند ضد آفتاب توی فروشگاه های آرایش بهداشتی معتبر، مثلا در فرانسه فروشگاه به نام سفورا، یا مثلا آلمان، بلژیک یا هلند دوگلاس. ببینید از اینجور فروشگاه های آرایش بهداشتی معتبر خریداری کنید. لطفا از فروشگاه های سایت های آنلاین آرایش بهداشتی مثل آمازون و ایبی ضد آفتابتون رو لطفا انتخاب نکنید، ازتون خواهش میکنم. و حالا میخوام بگم که یک ضد آفتاب خوب باید چه مشخصاتی داشته باشه. اول اینکه SPFش بین 30 تا 50 باشه. دو، وقتی که در مورد SPF صحبت میکنیم، محافظت پوست شما هست در مقابل اشعه UVB، یعنی که جلوگیری میکنه از سوختن پوست، ولی این برای خانم ها کفایت نمیکنه. باید یک محافظت در مقابل UVA داشته باشیم تا کلاژن پوستمون آسیب نبینه. اینجا یک آیتم دیگه اضافه میشه، SPF پلاس. بعضی ها روش UVA نوشته، دورش یک دایره کشته، حالا به شکل های مختلف، ولی شما باید این دوتا مشخصه اولیه رو داشته باشه.
بعدش اینکه اگر بتونین از کرم های ضد آفتاب مینرال استفاده کنین انتخاب بهتری هست. دوستانی که پوست های چرب دارن از ضد آفتاب های فری اویل استفاده کنن و دوستانی که پوست های خیلی خشک دارن، پوست های نرمال دارن و پوست های حساس دارن بهتره که از ضد آفتاب هایی به شکل کرم یعنی با بیس روغن استفاده کنن تا اون حالت سفیده سفیده و اون حالت ناخوشایندی که بر روی پوستتون ایجاد میشه رو نداشته باشین. اما اگر ضد آفتابی خریدین که با همه این مشخصات بود، یعنی کرم بود و ژل نبود و باز هم پوستتون حالت پوسته پیدا کرد، حتما قبلش از یک ضد آفتاب استفاده کنید. این پیشنهاد بیشتر برای عزیزانی است که پوستهای خیلی خشک دارند و ضد آفتاب اذیتشون میکنه. از طرفی عزیزانی که پوستهای چرب دارند و تحمل چربی ضد آفتاب و اون سنگینی کرم های ضد آفتاب رو ندارن، بهشون پیشنهاد میکنم که لطفاً از ضد آفتابی به شکل ژل استفاده کنند و حتماً فری اویل استفاده کنند. اینها فوق‌العاده سبک هستند و روی صورت میشینه و زیاد آزاردهنده نیست و حالت سبکتری داره. این از این. و اینکه حالا چه برندی رو میخواین انتخاب کنین بستگی به خودتون داره که چه برندی رو انتخاب کنید. اما اگه از من میخواین سوال کنید که من چه ضد آفتابی رو استفاده میکنم، قبلا از مارک کلارنس استفاده میکردم، با اینکه اطراف چشمم رو خیلی با احتیاط میزدم و فاصله داشت همیشه با واترلاین های پلک بالا و پلک پایین، باز هم انگار این به بخار این ضد آفتاب میرفت و چشمو میسوزون. این بار از مارک الیزابت آردن انتخاب کردم، فکر میکنم 28 پوند هستش، با SPF 50 PA++++. این نشان دهنده این هست که این یک محافظت کامل رو از پوست شما میکنه و چون یک حالت گیاهی داره بوی ادویه میده و اینکه بالاترین لول پروتکشن رو برای پوست شما انجام میده. عزیزان به شکل کرم هستش و برای عزیزانی که تحمل چربی کرم ها رو ندارن نمیتونه یک انتخاب خوب باشه، ولی به نظر منی که پوست چربی دارم وقتی که این رو استفاده میکنم زیاد اذیت نمیشم. شاید اگه روش یه آرایش سنگین بکنم مسلما اذیتم کنه، ولی در حالت عادی ببینید یک حالت سبک یک دست و نرمی رو روی پوست میده. من این رو برای همه گروه های پوستی پیشنهاد میدم، باز هم به خودتون بستگی داره. مهم این هست که مهم برند نیست، مهم این هست که این ویژگی هایی که من براتون توضیح دادم رو تو کرم داشته باشه و فروشگاه معتبر باشه. یک سی سی کرم میتونم بهتون معرفی کنم از مارک ایت کاسمتیک هستش عزیزان، با SPF 40 هست، این فری اویل هست مخصوص پوست های چرب. شما باید اگه پوست خشک دارین اون مدلش که مخصوص پوست های خشک هست، ولی طبعا تو یک شکل و شمایل هستن، با SPF 40 هست و علاوه بر اینکه علامت پلاس در روش هست نوشته زیر SPF 40 نوشته محافظت در مقابل UVA و UVB. و فرقش با این مارک الیزابت آردن این هست که این رنگ داره و حالت کرم پود داره، ولی یک کرم پودی که کاورج خیلی بالایی نداره که تمام مشکلات پوست رو کاور کنه و دیده نشه، نه سبک هستش. الان من این رو دو دستم براتون تست میکنم، ببینید خیلی سبک هست، خیلی حالت نرم و لطیفی رو به صورت میده و خیلی راضی هستم از این. اما این اماشم بهتون بگم عزیزان، یه خورده پوست رو تیره میکنه، حتی اگه روشن‌ترین رنگش هم انتخاب کنید. کلا سی سی کرم ها در مقابل اشعه نور آفتاب یه خورده تغییر رنگ پیدا میکنه. بخاطر همین عزیزانی که خیلی حساس هستن که پوستشون تیره نشه شاید میتونه انتخاب خوبی نباشه. پس سعی کنید همیشه وقتی که از سی سی کرم ها استفاده میکنید روشن‌ترین رنگ رو انتخاب کنید، چون بعد یکی دو ساعت یک خورده تیره تر میشه روی صورت.
این هم از ویدیوی امروز عزیزان، امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. بازم سوالاتتون رو مطرح کنین و امیدوارم که بتونم بهتون کمک کنم. تو ویدیوی بعدی خدا نگهدار.